بحث بورس بحث داغ این روز هاست. خیلی از مردم اندک سرمایهشون رو در بورس سرمایه گذاری کردن، اما شنیدیم عده‌ای سودجو در فضای مجازی گروه‌هایی رو ایجاد کردن که از طریق این گروه‌ها برای مردم ایجاد اشکال می‌کنن. در مرکز واکنش‌سری جرایم رایانه‌ای دادسرای فضای مجازی مرکز و استان یک کمیته داریم تحت عنوان کمیته رصد. خب این کمیته همه روزه فضای مجازی رو در پیام‌رسان‌ها و وبسایت‌ها رصد می‌کنه، پالایش می‌کنه و مورد پایش قرار میده که خب اون بسترها و عوامل جرمزا رو شناسایی می‌کنه و گزارش‌هایی رو در این قسمت به ما ارائه میده. در مهر ماه و آبان ماه بود که این کمیته گزارشی به ما داد که در حوزه بازار سرمایه و بازار بورس در پیام‌رسان‌های خارجی یه سری اتفاقاتی داره رخ میده. یه سری کانال ها هستن، یه سری گروه هایی هستن که در این حوزه دارن با توجه به گرایش عامه مردم که در امسال رونق بخشید به بازار سرمایه و تعداد زیادی از مردم دخیل شدن در این حوزه، تو این حوزه دارن سوء استفاده های اتفاق میفته و درآمدهای هنگفتی رو برای افراد داره. کانال های وی آی پی رو راه اندازی کردن، کانال های وی جی رو راه اندازی کردن، این به ما گزارش شد. این افرادی که ملاحظه میکنید در حوزه بورسی فعالیت داشتن، کانال های بورس رو ایجاد کرده بودن، در حالی که الفبای بورس رو هم بیشترشون هیچی نمیدونن و عضوگیری میکردن، تعداد عضو بسیار بالایی داشتن و مبالغ خیلی زیادی رو اخذ میکردن از مردم. با جمعی از قضات متخصصمون که خب گاهن تخصصی هم در این حوزه داشتن جلسه برگزار کردیم و موضوع رو مورد بررسی قانونی و فنی قرار دادیم. مبنای قانونیش مشخص شد. ما به قانون بازار اوراق بهادار مراجعه کردیم، در اونجا جرم‌انگاری‌های زیبایی و به جای پیش‌بینی شده. تا این لحظه که من خدمتون هستم قریب به 65 مورد کانال تلگرامی و پیج اینستاگرامی که در حوزه کانال‌های وی آی پی، کانال‌های پولی، کانال‌های سیگنال دهی و ویژه فعالیت داشتن شناسایی کردیم. 65 حساب بانکی رو که خب مبالغ زیادی در اونها گردش داشت و حق عضویت ها به اونجا واریز می شد و بعدش هم پولشویی های اتفاق می افتاد مسدود شد و از این 65 مورد که خب همچنان ادامه داره رصد ما و کانال های جدید روزانه شناسایی می شن و اتفاقات تشکیل پرونده براشون رخ می ده، 24 یا 25 مورد پرونده در دادسرای ما از پلیس فتا مطرح شده و ما رسیدگی کردیم. چقدر از طریق همین کانال بورسی که شما ایجاد کردید پول تحصیل کردید از مردم؟ خدمت شما عرض کنم که بحث سبدگردانی که بودم حدود 400 تومان سبدگردانی، حدود 1.1% هم از گردش مالی، مجموعاً 1.300 تقریبا. بعد شما اطلاعات راجع به بورس را کجا آوردین؟ من تجربی کار زیاد کردم. الان اون پولی هم که بابت سبدگردانی کسی به من داده از سودش به من داده، یعنی بعدی که سود کرده به من پول داده. متاسفانه در خیلی از این کانال ها اون مدیرها، ادمین ها که خودشون مدعی استادی تحلیلگری و کارشناسی بورس رو داشتن هیچ تخصص و هیچ تجربه کافی و لازم رو نداشت. یکی از پرونده ها این که کانال وی آی پی بود، ما یه پسر 12 ساله رو به عنوان ادمین اونجا شناسایی کردیم. در یک کانال 10,000 نفری 10,000 نفر اونجا به این پسر 12 ساله عنوان استادی داده بودن و ازش سوال میکردن. من خودم این کار نکردم، پسرم اونم اشتباه کرده. پسر شما همون 12 ساله هست؟ 12 ساله. چجوری پسر 12 ساله با فضای بورس آشنا شد؟ وقت در بورس در واقع گرفتار شدم از سال 88، یه مقدار گرفتار مریضی پدرم شدم. بعد گفتم پسرم این یه گوشی برای مدرسه براش خریدم، گفتم پسرم این هم سهمه رو داشته باشه که اومدم بالا بفروشیم بیایم بیرون. دیدم یه روز اومد گفت بابا من یه دونه کانال زدم 4-5 نفریم، منم نمیدونستم این جرمه، خلاف در واقع. یه روز دیدم 4,000 نفر، گفتم پسرم دیگه این کارو نکن. گفت بابا بفروشم بره. گفتم نمیدونم، پاکش کن. بعد گفت یه نفر به نام آقای میخواد این کانال از من بخره، بابا بفروشم. گفتم نمیدونم. گفت به من گفته که من سبدگردانی میکنم، شما در واقع شماره حسابته بده. من یه شکی کردم خدا وکیلی، ولی نفهمیدم. بازم تمام گفتم شاید مثلا قانونی ایشون سبدگردانی میکنه، چرا شب پول بیاد به حساب من بعد به حساب اون آقا. بعدش بالاخره ادامه پیدا کرد، من دیدم هی حساب پول میاد به حساب من، دستم نزدم.
تا یه روزی دیدم حسابم مسدود شده. الان هم در خدمت شما هم. هر موقع آقایان خواستن اومد. یه فردی بود که هیچ تحصیلات عالیه‌ای نداشت، حتی تحصیلات ابتدایی هم آنچنان نداشت. ایشون شغلش بازار آزاد بود و مبالغی که در جهت عضویت اعضا می‌گرفت، مبلغ 4 میلیون تومان، 7 میلیون تومان، 10 میلیون تومان برای عضویت یک ماهه و دو ماهه اخذ کرده. خب در طول 3 تا 5 ماه ایشون درآمدی که حاصل کرده 1,400,000,000 تومان درآمد از همین کانال وی آی پی. هر ماهی چقدر دریافت میکرده شما؟ که از 2 تومن بوده، 6 تومن بوده، خیلی موارد نادر 10 تومن. برخی از مصادیق مجرمانه که در قانون بازار اوراق بهادار پیش بینی شده، اونها رو اومدیم انطباق دادیم و اون کسرتی که وجود داشت در پرونده ها، اونها رو اومدیم انطباق دادیم در 3 مورد. موردهای دیگه هم وجود داره که خب این 3 مورد فزونی بیشتری داشت نسبت به بقیه. یکی بحث اخبار رانتی بود. یه سری از کانال ها و گروه ها مدعی میشن که اخباری دارند، اخبارهای رانتی دارند از اتفاقاتی که ممکنه در آینده برای شرکتی بیفته و تأثیرگذار باشه در افزایش یا کاهش قیمت اسمی اون سهم در بازار سرمایه. با این ادعاهاشون مردم رو سوق میدادن به سمت خرید سهم یا سوق میدادن به سمت فروش سهم. خب این روند معاملاتی رو تغییر میداد. خب طبق بند 1 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار، هر گونه افشای اطلاعات شرکت ها قبل از افشای عمومی اون جرمه. 1 سال حبس پیش بینی شده، 1 تا 5 برابر جزای نقدی سود حاصله از این محل پیش بینی شده برای این نوع افراد. از کجا می آوردید که توی کانالتون درج میکردید؟ خیلی از کانال دیگه هم پولی فروشی بود، من میگفتم با قیمت مناسبتر بقیه میدادم. یه دفعه پیشم گفتم دیگه گذاشتم کنار. یعنی کپی میکردید از کانالای دیگه، بعد همونو پولی به مردم ارائه میکردید، درسته؟ همونو پولی کانالای دیگه میدادن قیمت بالاتر، مثلا من میگرفتم قیمت پایینتر بقیه میدادن. حالا اشتباه بود اینم دیگه. آخه شما میگید آشنایی ندارید با این فضا، مردم تو بورس سرمایه زندگیشونو گذاشتن. به نظر شما منطقیه کسی که آشنایی نداره یا سرمایه زندگی مردم رو دستمایه کار خودش بکنه؟ اشتباه کردیم. حالا بقول شما اگه اینم یک راه حلی میذاشتن واسه هر نه این کانال، من خودم رو نمیگم، واسه تمام کانالی فیلتر بذارن که همه یک عقدی مجوزی گواهی داشته باشن، شاید سبنر کانالشون بذارن تا هر کسی بدونه عضو چه کانال میشه. دومین موضوع بحث پروژه کردن سهام بازار سرمایه است، یا اینکه سهمی رو خالی کنم بر روی سر مردم بیخبر. خب پروژه‌ای کردن یعنی اینکه کسی از کانال‌ها ممکنه که وی آی پی باشن یا ممکنه وی آی پی هم نباشن، بدون هزینه به صورت عمومی باشن. این کانال‌ها یه سهمی رو میان به صورت تیمی ورود میکنن، سهم رو قیمت کاذب بهش میدن و در زمانی که قصد خروج از اون سهم دارن، اون سهم رو سیگنال میکنن برای مردم که مردم بیان اون سهم رو بخرن و اینها اون سهم رو بفروشن در قیمت‌های نجومی. در بند 2 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار، هر نوع اغواگری که باعث بشه روند معاملات کاذب بشه، باعث بشه اون روند معاملاتی تغییر پیدا بکنه، باعث اغواگری بشه، باعث بشه که اون گمراه بشن مردم در اثر اون اقدامات این کانال ها و این افراد، این خودش هم پیش بینی شده 1 سال حبس داره، 1 تا 5 برابر اون سود حاصله هم جزای نقدی قانون گذار براش پیش بینی